چندین هزار پیغمبر از جانب خداوند مبعوث به پیغمبری شدند، لیکن هیچ کدام او زن نبود. تمام پیغمبرها مردها بودند. پیغمبر ما و شما چهار یار داشت، هیچ کدامش زن نبود. چهار مذهب هست، صاحب ها دارد، هر چهارش مردها هستند. خطبه را مرد می خواند، اذان مرد می دهد، نماز جماعت در ذمه مرد فرض است، نماز جمعه در ذمه مرد فرض است، حتی نفقه زن در گردن مرد فرض است و قوت در جهادم اشتراک می کردگی مردها هستند. بین چند قدر برتری های در مردها وجود دارد. از این خاطر پروردگار ما و شما مردها را قوامون علی النساء گفت. شما ای مردها حاکم زنها هستین و شما را نسبت زنها ما برتر می شماریم، زیرا این اوصاف، این حالتهایی که من بیان کردم، اینها را شما صاحب هستین. و حتی خداوند در سوره یوسف و الفیا سیدها لدى الباب گفت. بین سیدها هشت زمین به سوی زلیخا هست، لیکن سیدش شوهر زلیخا این عبدالعزیز است. این خداوند در این آیه یوسف هم سیدها، سید خان مرده، شوهر سید گفت، یعنی سردار حاکم زن که هست، این شوهر است. روز میگوید پیغمبر خدا همراه اصحاب، از آن جمله عبدالله فرزند بریده که از پدرش این حدیث روایت میکند، میگوید همراه پیغمبر خدا بودیم. بناگاه میگوید نزد پیغمبر یک اعرابی آمد. اعرابی گفته همون شخصانی که بادیه‌نشین هستند، یعنی در صحراها زندگی میکنند، در کوها خیمه دارند، در اونها زندگی میکنند. میگوید نزد پیغمبری خدا آمد، گفت اینی اسلام تو یا رسول الله. ای پیغمبری خدا، من اسلام آوردم، لیکن میخواهم که از تو یک معجزه را به چشم بینم، معجزه بینم. معجزه گفته چی را میگویند؟ معجزه آن چیزی را میگویند که فقط از عهده اونها پیغمبرها میبرآمدند. مردم عادی از معجزه عاجز هستند. مثل که حضرت عیسی معجزش همین بود که مرده را زنده میگردانید، یا حضرت موسی معجزش این همان عصایی که در دست داشت امرش میکرد اژدها را میگردید، و هر چیزی که امرش میکرد همان عصا به او مبدل میشد. این معجزه بود. پیغمبر ما و شما معجزه های زیاد دارد. حتی حضرت انس میگوید باره با پیغمبر خدا بعد عصر بود در یک بیابان، میگوید ما سیاحت داشتیم، سیاحت هم نداشتیم بلکه آب میکافتیم تا که طهارت کنیم و نماز عصر ادا کنیم. هرچند جستجو کردیم حضرت انس میگوید نیافتیم. بعدم پیغمبر خدا گفت که آب طهارت مرا نزد من بیارید. وقتی آب طهارت پیغمبر را میگن نزد پیغمبر آوردیم، پیغمبر خدا بسم الله الرحمن الرحیم گفتن و انگشت ها را میگه در ظرف آبشان انداختن. این از کتاب معجزات پیغمبر من و شما بیان دارم. اینا افسانه نیستن، اینا حدیث های صحیح پیغمبر خدا هستند. میگوید پیغمبر دست ها را در همون ظرف آب انداختن و یک زمان میگوید از دست های او چنان آب میریخ که دیگر حد نداشت. از هر یک انگشت مثل باران از آب شد. همه ما چندین نفری که بودیم طهارت کردیم، باز آب باقی بود. این از معجزات پیغمبر خداست. باره با صحابه های پیغمبر حکایه میکند که ما بین شام و مدینه یک شهری بود به نام قرا. در همین بین وقتی رسیدیم، پیغمبر خدا میگه چشمش به یک باغ رسید و نگاه کرد که در داخل باغ یک کمپیره
در همان آباد کردن باغش مشغول است. پیغمبر از دور ایستاده گفتند: اصحاب من، کنی شما از همینجا ایستاده گوید که همین باغ هر سال چند کیلو میوه میدهد. صحابه هر کدامش هر عدد نامبر کردند. پیغمبر گفتند که من به شما میگویم که این باغ از این سال به این سال 1,500 کیلو میدهد. صحابه نزدیک آمدند، نزد همین کمپیر رسیدند. گفتند: مادر، گفتند برای ما بیان کن که هر سال از این باغ چند کیلو میوه میگیری. مادر گشته گفتند: من 1,500 کیلو هر سال از این باغ میوه میبردارم. اینم از معجزات پیغمبری خدا بود. یعنی این گونه معجزه های پیغمبر خیلی زیاد هستند. لیکن موضوع ما و شما امروز دیگر موضوع هست. این گونه اعرابی گفت: پیغمبری خدا، برای من یک معجزه نشان بده. گفتند: چی میخواهی؟ گفت: این درختی که روپروی ما قرار دارد و چی درختی کلانی بودن. گفت: با او امر کن که تا که از ریشه ها کنده شود و نزد شما آمده سجده کند و پس گرده رفته باز در مکان خودش قرار گیرد. پیغمبری خدا در حال گفتن اعرابی رفته به همان درخت سلام بگو پیغمبری خدا به تو سلام میگوید و میگوید که به نزد من آمده مرا سجده کند. این اعرابی میگوید، رفت نزد همان درخت و گفت: سلام پیغمبری خدا بر تو باد، و میگوید که به نزد من بیاید. اصحاب پیغمبر میگوید گویا که زمین می جنبید. این درخت میگوید گاه این جانب گاه اون جانب حرکت کرد، میگه از ریشه ها میگه کنده شد و خیز میگه نزد پیغمبری خدا مثل که آدم راه میگردد آمد و سر فرود کرد، گفت: السلام علیکم یا رسول الله. ای رسول خدا، ما با رسول بودن تو، با نبی بودن تو، با پیغمبر بودن تو گواهی میدهم. پیغمبری خدا اشاره کرد که رو در مکان خود قرار بگیر. باز میگه همین درخت با همان رویی که آمده بود، با همان یعنی پشت نگردانید، بلکه هم روبرو میگد رفت در مکان خودش باز قرار گرفت. این اعرابی وقتی که میگه این حالت دید، در حال گفت: پیغمبری خدا اجازت نمیدهی که در پیش پای تو من سجده کنم. پیغمبر گفتم: من برای تو نصیحت میکنم که ای اعرابی، هیچگاه هیچ شخصیت را سجده نکن. یعنی هیچ وقت انسان انسان را باید سجده نکند. حتی امروزا بعضی ما و شما اگر یک معامله را دیده باشیم، بعضی از برادران ما و شما سلام میدهند، چنان میانی خود خم میکنند که این تعظیم میگوید، اینم حرام است. در اسلام تعظیم کردن برای انسان حرام است. تعظیم نکنید، فقط السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بس میان خم کردن، تعظیم مثال در نزد یک آدم کردن، این انسان ارزنده نیست. این فقط از برای خدا تعظیم کردن در کار. چگونه ای که ما و شما رکوع میکنیم؟ رسول اکرم گفتن هیچگاه ای مرد، گفتن کسی را سجده نکن و در پیش هیچ کس تعظیم هم نکن. در دوام چی گفتن پیغمبر؟ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لأحدین لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقها. اگر گفت ای مرد خدا، گفت ای دوست خدا، اگر سجده کردن انسان انسان را جایز می شود، هر آینه امر می کردم این که زنها شوهرهای خود سجده کنند تعظیما لحقه، یعنی از روی آن عظمتی که خدا به این مردها داده است، این بزرگی که خداوند به مردها داده است، اگر سجده کردن انسان انسان جایز می شود، ای دوست خدا، من امر می کردم که زنها در پیش پای شوهرها سجده کنند. لیکن افسوس که انسان انسان سجده کردنش جایز نیست. اینم یک حدیث پیغمبری خدا دلالت بر چی میکند؟ دلالت به بزرگی مردها میکند، دلالت به عظمتی شما میکند که باید این بزرگی و این عظمت هر مرد در خانه خود باید صاحب باشد. رسول اکرم میگوید اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها و اعظم الناس حقا علی الرجل امه. با مردها از همه حقوق بلند کی دارند؟ مادرهاشان دارند.
پیغمبر گفتند از همه حقوق بلند در زیمه مردها این حقوق مادرشان میستد که باید مادر را به نهایت احترام کنند بعد از آن پدر. لیکن اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، پیغمبر گفتند بزرگترین حق بالای زنها این شوهرهاشون میستد. بین تا زمانی که اونها شوهر نکرده بودن بزرگترین حق پدر و مادر و برادرش داشت، لیکن وقتی که زن شوهر کرد آن حقوق ها همه بیکاره شد، بلکه همه حقوق ها رجوع به سوی شوهر کرد. دیگر از پدرم دیده، از مادرم دیده، از برادرم دیده، در نزد زن باید که شوهر با قدر باشد، باید که سخن شوهر در سطح اول ایستد، نه سخن پدر و مادر و برادرش. بین اگر ما و شما مختصر خان باشیم، کتاب طلاق نظر کنید، اگرچند این عباره مختصر شرح الوقایه میگد، هدایه هم تصدیق میکند که مرد وقتی که زن میگیرد حقوق دارد که برای خسر و خوشدامن خود، یعنی پدر و مادر زن، فرمان برارد که شما حقوق دارین که در این جمعه به این جمعه یک بار دخترتون را زیارت کنید. این شوهر حق دارد. این عباره مختصر است. میتواند مردها چنان وظیفه دارن که پدر و مادر زنش گوید که از این جمعه به این جمعه یک بار دخترت زیارت کن و خلاص. لیکن دادری او را، برادری او را، عمک و تقا و خواهری او را شوهر حقوق دارد میگد، مختصر میگوید که در یک سال یک بار اجازت چون دهد. بگوید که در یک سال یک بار حق دارین که آمده این خواهرتان است، اپتان است، خشتان است، شما خبر گیرین. این حقوق های شوهر است. این عظمتی شوهر را نشان میدهد. این حقوق خداوند به ما و شما داد است. این نه داده یگان حاجی است، نه یگان پیشنهاد شیخ دامله است، نه پیشنهاد یگان قانون حکومت است، بلکه پیشنهاد خدا و پیغمبر اوست که خداوند این بزرگی و این عظمت به همه شما داده است. باید که شما از این قانون خودتان استفاده برین، شما گناهگار نمی شوید. حضرت انس می گوید که پیغمبر خدا گفتند ایما امرأت صلت خمسها و صامت شهرها و احسنت فرجها و اطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. پیغمبر خدا چنان حدیث بیان کردند که کدام زنی که اگر خواهد که فردا بی یگان سوال و جواب وارد جنت شود، مرحمت این سخن معلمش، این سخن پیغمبرش برای او چی است؟ برای او دستور است. پیغمبر خدا گفتند کدام از زنی که ایما امرأتین صلت خمسه ها، اگر پنج وقت نمازش ادا کند، بی نهایت زنهای نمازخوان کم است، بی نهایت کم است. هزارها افسوس که بعضی از برادرهای نمازخوان ما شکایت میکنند که با این زنی بی نماز چی کار کنیم؟ پنج سال شد، ده سال شد، صبر داریم، تعلیم میدهیم، سخن ما نمیگذرد، زن ما نماز نمیخواند، هرچند حرکت میکنیم گاه میخواند گاه نمیخواند، مرا بیند میخواند، مرا نبیند نمیخواند. افسوس که این گونه زنها، چندین زنها را جنازه کردیم، جوان دختر هم بود، میان ساله هم بود، لیکن وقتی میپرسیم در وقتی دوره کردن نماز میخوان؟ نه، نماز نمیخوان. پس برای آدمی که نماز نخواند، وقتی که فرق در بین مسلمان و کافر نماز که باشد، پس دوره ملا و جنازه ملا و ختم ملا و این خیر احسان یک ساله برای او چی فایده داشته باشد؟ چی فایده داشته باشد؟ رسول اکرم میگوید و احسنت فرجه ها، اگر زنی که پنج وقت نماز خواند، روزه ماه مبارک رمضان دارد و اگر خودش را از زنا نگه بدارد و اطاعت بعلها، لیکن این خلاصه را بینین، خلاصش چی است؟ بعد نماز، بعد روزه، بعد خودش را از زنا نگه داشتن، اطاعت بعلها،
شوهرش اگر اطاعت کند داخل شود جنت را از هشت دری که می خواهد. از کدام دروازه‌ای که می خواهد همه دروازه های جنت برای این زن حلال است، مرحمت وارد جنت شود. لیکن اگر زن نماز خواند، روزه گیرد، تهجد خوان باشد، خدا ترس باشد، بر زنا دست ندهد، لیکن شوهر از او راضی نباشد، وی وارد جنت نمی شود. همه حل کننده برای شوهر فقط چی هست؟ این راضیگی شوهر است. باید شوهر از او راضی باشد. چگونه یک پیغمبری خدا میگد رضا الزوج فی رضا الله و سخط الزوج فی سخط الله. اینا پیغمبری خدا گفتند. حدیث پیغمبر است که رضاگی شوهر رضاگی خداست. اگر کدام زنی که خواهد که خدا از او راضی باشد شوهر را راضی کند. و غضب خداوند غضب شوهر است. اگر شوهر بالای کدام زنی که غضب کرد خداوند بالای او زن البته غضب میکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار مهربان ثواب این احادیث های پیغمبر را در نامه اعمال این جمعیت ما این گوش کننده ها خدای کتابت بفرمایی. و خدای مهربان امروز زنهای ما را پیرو قرآن و پیرو احادیث های پیغمبری خدا بگردانی. آمین یا رب العالمین.